pop a bottle. This is for the fellas in the spot. Don't wanna rock with me. Tonight I wanna find me. بعد از ختم رژیم تلخ و تاریک طالبان، افغانستان به سوی پیشرفت و ترقی گام نهاد. علاوه بر پیشرفت‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، مردم افغانستان در عرصه طرز پوشیدن لباس، مد و فیشن پیشرفت قابل ملاحظه نموده است. از نگاه مد و فیشن در افغانستان خوب بسیار بالا شده حالا. کوشش میکنیم ما زیادتر از کمپانی های مثل باربریس و گوچی و باس، این کمپانی هاییست که زیادتر میتونیم آوردن. بله، کسایی که در دفترها کار میکنن و کسایی که مربوط این چیزای یونیسف و ایگه خواستن زیادتر از اون مشتری داره. نقیب الله هستم، کارمند افغان یونایتد بانک. فیشن زیادتر در روز هفته و روز به روز زیاد شده میره. نسبتا قیمت ها کم ذره بلند است در جای، البته از هند و از مملکت های دیگه آمده. در پهلوی فیشن لباس در افغانستان، فیشن موی هم رشد یافته، چنانچه ما شاهد سلمانی های مد روز در کابل نیز هستیم. روز به روز به میزان ترافیک و تراکم وسایط نقلیه در کابل پایتخت افغانستان اضافه می گردند. شهروندان کابل می گویند که امروزه ساعتها را در رابندان سپری می کنند و آنها نمی توانند به وظایف خود در وقت معین رسیدگی نمایند. ز امید خبری کوم به کندهار ولایت هم. ز په کابل کې گزاره کوم، کابل کې بیخی بیروبار زیات دی. یعنی د سر وظیفه ته ځم، د دا 40 در میکرین کونه پوری 4 ساعت 3 ساعت کې زره سیږم. زما هم کارانه ته وای چې تا د کار باسي کدا رقم نه وخت راځي ار وخت. والا تر وزا شده که یک را جای ده جای دو ساعت یک و نیم ساعت گل میکنیم موتر بی موتر در شهر کابل زیاد شده، باید پلیت بند شد، دیگه مردم باید دیگه موتر نخرد. ملپاسوال نورالدین، رئیس عمومی ترافیک افغانستان، میگوید که جاده های شهر کابل گنجایش 100 هزار موتر را دارا بوده، ولی در آن 400 هزار موتر شخصی رفت آمد میکند. باری بیروبار در شهر کابل اگر شرایط رفضون باشه و تعداد وسایط کال بیشتر از 400 هزار وسایط نقلی است، روز یک 300 موتر هم در جریان ترافیک کابل عوضی شد، واقعا دشوار است، سنگین است، مهم است. برای جلوگیری از این باید ارگان های زیرب با ما هم کاری داشته باشند. وظایف ایمانی وجدانی ما که تامین کننده امن و نظم ترافیکی است، شما ما میبینید که ما در جریان ترافیک هر روز هستیم و این وظایف را پیش میبینیم. بیروبار خدا گناه در ترافیکان اونه در بشارگانو مقصد ترافیکان خفل فعالیت که ای یعنی بعض خلق دست زیاده چی که یقی بیل خبر در خود ترافیکان خفل فعالیت که ای از این خبر بلاجای گیره بلاجای روز در حکم تجاران دیمونگا چو موتر را وارد که ای آقا در وارد که در نور کارون دیو که فقر و بیکاری در افغانستان نه تنها جوانان بلکه اطفال این کشور را نیز تهدید می کند. اطفال با انجام کارهای شاقه مثل دست فروشی، موترشویی، گدایی و کارهای ثقیل دیگر مجبورند به اقتصاد خانواده هایشان کمک کنند. تعدادی از این اطفال حتی مسئولیت تمامی خرچ خانواده هایشان را به عهده دارند. نور محمد و برادر کوچک او نسیم از جمله این اطفالند که مجبورند به خاطر پیش برد امور فامیل خیش موترشویی کنند. گرچه نور محمد و برادر کوچکش در سنی قرار دارند که باید تمامی اوقاتشان را به درس و تفریح سپری کنند، اما نسیم 9 ساله در فکر تهیه کرایه خانه خود است. حالا فایزه کار میکنم، خانه میبرم، خرج خانه، آلو میبرم، ایران میبرم.
مشکلات اقتصادی این دو برادر را مانند اکثر اطفال فقیر مجبور ساخته است تا از صبح تا شام در گرمای تابستان و سرمای زمستان در جاده ها به دنبال به دست آوردن یک مشت پول به خاطر پیشبرد امورات زندگیشان کار کنند. صحبت با این دو طفل معصوم و زحمتکش و آگاه شدن از بیماری پدر، مادر و خواهر جوان این دو مرا واداشت تا با آنها به خانهشان رفته و با بقیه اعضای خانواده اش نیز آشنا شوم. خب آمدیم که از زندگی و خانه این اطفال دیدن نماییم. پس با ما باشید. به محض ورود به خانه نسیم و نور محمد متوجه تعداد زیادی اطفال شدم که این دو کودک آنها را حمایت مادی می کنند. من جارکش روزه هستم. میرم تمام روز جارکش کردم. میرم زیزه کردن و اطفال مخرب هست. عیبی هستم زخمی هست. میرم نان میدم جارکش کردم. دست من مادر نو دیر رقمشت. ما دیگه بسنده که خطی که این سرشخونش چیشی هوش نمیره رو نمیره چیشی بسنده باشه اوت راحت نریش نه یبینی چیزی سرشخون نمیشه راحت رو نمیره شطور که معمولاً برای حمل و نقل اشیا از آن استفاده می شود ولی محمد یعقوب در جکان ولایت هرات به قسم دیگری استفاده می کند و آن در ساختن روغن. الان این شطور که ما بازار نمیاریم شطور نویکیه. یک هفته ما بیرو و دور چوب میشونیم به میدون بعد از این چرخ میدیم همیتا با چیشی بسته میکنیم چرخ میدیم تا این برا میفته مثل که اسکر تعلیم میدم همیتا تعلیم میشه بعد از این به خراس اینجا که ما روز اول یک خراس روز دیم دو خراس روز دیم سه خراس همیتا یومیت یک هفته بزیم مراد میکنیم بعد از این خود از این عادت میگه از این صبح تا شون میره بازه ایم فشاره و سر از اینیه که فشاره باشه. از این طریق شهر پست دیگه بفهمیدین از 200 ایز زودتر میرسه بریا از 250 گرم اگه ما وزن داشته باشیم وزن یک باکت ما 250 گرم باشه 650 خیلی میشه پولی زیادتر منطقه زودتر میرسه. اداره پست افغانستان به تمام ولایت کشور از طریق فضا و زمین نامه ها را ارسال میدارد. در سراسر افغانستان در حدود 465 پستخانه وجود دارد که شامل پستخانه های شهری و مرکزی می باشند. سطح ولایت هرات همین اکنون ما به شامل پستخانه مرکزی 19 پستخانه در 15 ولسوالی دو بندر تجارتی داریم. بیش از 80 سال می شد که افغانستان عضویت پستی جهان را گرفته است. اما هنوز سیستم پستی افغانستان به شکل چندین دهه قبل باقی مانده است. اسمم عنایت الله. 28 سال شما من اداره پست کردم. دیگه فرق دیگه ما هست ما سه نفر. اول ما میگه 12 نفر پست رسون بدید. حالا رسید به سه نفر. The wheat is one out of thousands of kids in Kabul who has devoted himself to make money for his family. ده یک بوتال رنگ چقدر میخرید؟ 25 اصلیش است. بدلش 20 روپه است. ده یک بوتال چقدر بوتال رنگ میخرید؟ شاید 10 جوره 20 جوره. ده یک بوتال؟ آه. But there is another noble cause beside this that drives Naveed to sacrifice himself. That is to help his sisters go to school. 2 years ago, Naveed's father decided to move to Kabul from Wardak province. He
came to Kabul with hope to find a stable job for himself and facilitate education for his daughters. He did not know his decision will cause the sacrifice of his eldest son, Naveed. چرا از میدان شهر کابل آمدین؟ خب میدیست اونجا نه زمین هست، نه ملک هست، نه کدام آیدالی نیست. این حال در اونجا که باشی چی کنی؟ مثال او حالی فعلا در مکتب هست، اونجا کدام مکتبی نیست. این دیگهش در مکتب نهابات هست، حال خو رخصت هست. او رخصت نیست، ای رخصت هست. Naveed's father works at a shop in Kabul. He hardly managed to support his family, which is composed of 8 people. Naveed's family lives at a Turm house at the top of the Dehmazang mountain. They don't have power, water, or any other heating facility at the house. They have survived the harsh winters of Kabul mountains without any firewood, and they don't have anything for this winter, except for the hope that God would protect the kids. Naveed leaves home for another purpose now. That is to learn math, English and Dari in a private school. Naveed goes to English class first at 8 in the morning.